با ما همراه باشید با ایران آزادی. کاهش خرید قدرت مردم، دلایل اقتصادی و اجتماعی. در سالهای اخیر یکی از اصلی ترین چالش‌های اقتصادی مردم ایران کاهش شدید قدرت خرید است. این مسئله به دلیل تورم فزاینده، افزایش قیمت کالاهای اساسی و عدم تناسب رشد درآمدها با هزینه‌های جاری، زندگی بسیاری از خانوارها را تحت فشار قرار داده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم مزمن اقتصاد ایران به ویژه در دهه اخیر تأثیر مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات داشته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالیانه در سالهای گذشته بین 40 تا 50% بوده است که به شدت بر قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و مسکن تأثیر گذاشته است. پارادوکس نگرانی‌های معیشتی و کوچکی سفره مردم گزارشی از رسانه حکومتی آرمان امروز است که در تاریخ 15 مهر ماه 1403 منتشر شده است. به دلیل اهمیت موضوع، این گزارش به صورت کارشناسانه مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس واقعیت‌های موجود اقتصادی تنظیم شده است. بحران معیشتی، کاهش قدرت خرید و تأثیرات اجتماعی. افزایش مداوم قیمت‌ها باعث شده است که بسیاری از خانوارها حتی در تأمین نیازهای اولیه خود با مشکلات جدی مواجه شوند. خانواده‌ها به غیر از دغدغه‌های روزمره معیشت، باید نگران هزینه‌های روزافزون مسکن و انرژی نیز باشند. این فشارها نه تنها از نظر مالی، بلکه از نظر روانی و اجتماعی نیز تأثیرات مخربی به همراه دارند و استرس، تنش‌های خانوادگی و افزایش نارضایتی عمومی را در جامعه تشدید می‌کنند. رشد دستمزدها ناکافی است. یکی از بزرگترین دلایل کاهش قدرت خرید، عدم تناسب میان نرخ تورم و افزایش دستمزد هاست. در حالی که قیمت ها هر ساله بالا می روند، میزان افزایش دستمزد ها غالباً کمتر از نرخ تورم است. به عنوان مثال، در سال 1403 دولت تنها 25% افزایش حقوق برای کارمندان در نظر گرفت. این در حالی است که تورم رسمی بالای 40% اعلام شده است. نتیجه چنین سیاست‌هایی کاهش درآمد واقعی و توان خرید مردم است. حذف از سفره‌ها، فشار اقتصادی بر زندگی روزمره، کوچک شدن سفره‌های مردم، نمود آشکار کاهش قدرت خرید است. خانوارهای ایرانی مجبورند در هزینه‌های روزمره خود صرفه‌جویی کنند، به طوری که مصرف کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، مرغ و گوشت کاهش یافته و حتی در برخی موارد حذف شدند. این کاهش در مصرف نه تنها کیفیت زندگی، بلکه سلامت جامعه را نیز به خطر می اندازد و در بلند مدت می تواند به بحران‌های جدی‌تری تبدیل شود. راهکارهای ناکارآمد یا ناتوانی حکومت در بهبود اوضاع. بهبود وضعیت معیشت مردم نیازمند اجرای سیاست‌های
جامعه اقتصادی و اجتماعی است که شامل کنترل تورم، افزایش دستمزدها، حمایت از اقشار آسیب پذیر و بهبود ساختار اقتصادی کشور می شود. با این حال حکومت فعلی به دلیل نداشتن اصلاحات ساختاری و فساد گسترده قادر به ایجاد تغییرات اساسی نیست. در واقع فساد اداری و اقتصادی که از پایه‌های اصلی حکومت است، امکان هر گونه اصلاحات را از بین برده است. رانت‌خواری و نبود شفافیت باعث شده است که منابع مالی به درستی توزیع نشود و جامعه از این مشکلات رنج ببرد. امید به تغییر، سرنگونی حکومت را حل نهایی. اقتصاد ایران تا زمانی که تحت حکومت فعلی قرار دارد قادر به بهبود نخواهد بود. تنها راه حل اساسی برای ارتقاء سطح معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی سرنگونی حکومت است. با وجود منابع طبیعی غنی و نیروی انسانی مستعد، ایران می تواند پتانسیل های بالقوه خود را بالفعل کند. اما این امر تنها با تغییر حاکمیت و جایگزینی آن با یک دولت دموکراتیک و مردمی امکان پذیر است. با ادامه نارضایتی عمومی و شرایط انفجاری جامعه، امید به تغییر و سرنگونی حکومت خامنه‌ای هر روز بیشتر می شود. مبارزه مردم برای آینده‌ای بهتر نقطه عطفی برای رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. حکومت خامنه‌ای نمی‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد. معیشت مردم و قدرت خرید آنها تابعی از وضعیت اقتصادی کشور است و تا زمانی که حاکمیتی فاسد و دیکتاتور بر سر کار است نباید انتظار بهبودی داشت. با توجه به وضعیت کنونی، تنها با برچیدن ساختار کنونی و سرنگونی میتوان به راه حل واقعی دست یافت. همچنین با حکومتی مردمی و دموکراتیک میتوان به آینده‌ای روشن‌تر امیدوار بود.